آمپول به من زدن. اون موقع من نفهمیدم کجا. بعد من یهو وارد حالت خلسه شدم که من دیگه هیچی نفهمیدم تا صبحش. کجا منو به سارت سلیپ بستن و من آمپول قرص میدادن. بعد یکی سری بیماری خیلی خطرناک ادرار خودشون رو کنترل نمیکنن و میپاشیدن روی ما. و به نمیشتم میدیدم دیگه کاری که من روم نمیشه الان بگم. فقط میوانن تو اتاق من شد تا صبح نمیذاشتن من بخواهم. یک زندانی سیاسی در اغما بهنام محجوبی که از شکنجه در زندان و بیمارستان روانی گفته بود علائم حیاتی ندارد. با یکی از دراویش گنابادی صحبت میکنیم که بهنام محجوبی را از نزدیک میشناسد. قانون چه میگوید و دادخواهی به کجا میرسد؟ این را از دو مهمان برنامه امشب میپرسیم. در ادامه برنامه حمله راکتی یک گروه شبه نظامی گمنام به پایگاه آمریکا در اربیل عراق. واشنگتن میگوید عاملان را محاکمه میکند. تهران میگوید کار ایران نبوده. شاهزاده ای در بند پدر، دختر حاکم دبی، به استناد شواهد تازه از دو سال و نیم پیش در ویلای زندانی است. و چرا بایدن به نتانیاهو زنگ نمیزند؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام به شما، شبتون بخیر. در تهران بهنام محجوبی، درویش و زندانی سیاسی که در بیمارستان بستری است، به دستگاه تنفس مصنوعی وصل شده و به گفته نزدیکانش علائم حیاتیش صفر است. خبرهای زد و نقیزی هم از فوت او منتشر شده. بهنام محجوبی پیشتر فایلی صوتی منتشر کرده بود و گفته بود که در زندان و در بیمارستان روانپزشکی شکنجه شده. گزارش هایم هست از اینکه به موقع دکتر به دیدنش نرفته، داروی اشتباه به او داده شده و در بیمارستان هم چند روز اجازه ندادند که مادرش او را ببیند. حالا سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیقات کیفری درباره شرایط آقای محجوبی شده. در 60 دقیقه امشب میپرسیم حکومت ایران با این اقدامات میخواهد چه پیامی را القا کند؟ این کارها چه سودی برای نظام دارد؟ پیگیری این پرونده ها معمولا راه به جایی نمیبرد. در این شرایط اما دادخواهی چرا و چقدر اهمیت دارد؟ این سوال ها میپردازیم. اول گزارش ببینیم از فرین عاصمی. من افول انسانیت را در امین‌آباد دیدم. این صدای بهنام محجوبی است، درویش گنابادی زندانی. گفته می شود علائم حیاتی او صفر است. دستگاه های کمک تنفسی اما هنوز از او جدا نشده. اداره کل زندان های تهران درباره مسمومیت بهنام محجوبی در این اطلاعیه که خبرگزاری میزان آن را منتشر کرده گفته او سابقه بیماری داشته و بر اثر مصرف بیش از اندازه دارو مسموم شده. در این اطلاعیه بهنام محجوبی مقصر اعلام شده. بهنام محجوبی دو روز گذشته در نتیجه سه بار تشنجی که بهش دست میده بالاخره میبرنش به بهداری زندان اوین. اونجا هر بار اعزام او رو که به پانیک اعصاب مبتلا است و یک بیماری در حوزه مغز و اعصاب هی احالش میدادن، یعنی تهدیدش میکردن با اعزام او به بیمارستان امین‌آباد که یک بیمارستان اعصاب و روانه و در نتیجه ترس های قبلی که از این اعزام داشته قبول نمی کرده، ولی چون دیگه حال شدت می گیره و مسئله مسمومیت دارویی پیش میاد او رو میبرن به بیمارستان لقمان. اما باید دقت بکنیم که سازوکار رساندن دارو به یک زندانی چگونه است. طبق ضوابط داخلی خود زندان ها داروهای تحت نظری باید زیر نظر پزشک، یعنی که پزشک بهداری زندان دارو اون وعده‌ای که شما باید مصرف کنید رو میاره، همراه آب باید در حضور پزشک بخورید و اگر هم شما بگید که الان میل ندارم میگه باشه یک ساعت دیگه من میام تو این دارو رو مصرف کن. بنابراین این روشی است که در تمام زندان‌های ایران مجریه. سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیقات کیفری درباره شرایط بحرانی بهنام محجوبی شده. انجام تحقیقات کیفری درباره شرایط بحرانی بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی 34 ساله، ضروری است. او برای ماها به روش‌های مختلف از جمله از طریق منع عامدانه دسترسی به مراقبت‌های پزشکی شکنجه شد. مقامات قضایی و پزشکان زندان که مسئول این اعمال بی‌رحمانه هستند، باید محاکمه شوند. بهنام محجوبی در سال 96 به اتهام حضور در تجمع دراویش گنابادی در خیابان گلستان تهران به دو سال زندان محکوم شد.
او را در آباد 99 برای دومین بار به بیمارستان روانپزشکی رازی یا امین‌آباد منتقل کردند. صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی 5 ماه پیش گفته بود آقای محجوبی از نظر جسمی و روحی در شرایطی نیست که بتواند زندان را تحمل کند. این روایتی است که خود بهنام محجوبی از آنچه بر او در زندان گذشته در تماسی تلفنی با نزدیکانش تعریف کرده بود. منو سوار ماشین کردن ببرن دکتر آدم دیدم منو آوردن پایین با ضرب و شتم و اینا یه آمپول به من زدن. اون موقع من نفهمیدم کجاست. بعد من یهو وارد حالت خلسه شدم که من دیگه هیچی نفهمیدم تا صبحش. کجا منو به سارت سلیپ بستن و من آمپول و قرص میدادن. بعد یک سری بیماری خیلی خطرناک ادرار خودشون رو کنترل نمیکردن و میپاشیدن روی ما. ببینم ایشتم میدیدم یه کاری که من روم نمیشه الان بگم، فقط میوانه تو اتاق من شد تا صبح نمیذاشتن من بخوابم. همین دیروز رئیس قوه قضایی از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرده بود. هر زندانی رو که ما اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم، ما آمادگی داریم که زندانی رو در جمهوری اسلامی اون کشور اراده کنه ما نشونش بدیم. بعد معلوم بشه کجا به حقوق انسان توجه میشه، کجا به حقوق بشر توجه میشه. ما به حقوق انسان داریم توجه میکنیم یا اونها؟ اما مسئولان بیمارستان لقمان به مادر او گفته بودند که دستگاه قضایی و سازمان زندانها اجازه ملاقات با فرزندش را ندادند. او ساعتها چشم انتظار بود تا فرزندش را ببیند و در نهایت وقتی در کما بود و خیلی دیر با او دیدار کرد. اینها هم تصاویر مادرانی است که فرزندانشان به دست حکومت ایران کشته شدند. بتول حسینی، مادر بهنام محجوبی، در کنار ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 و شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی از کشته شدگان اعتراضهای 88 است. مادرانی که درد او را می فهمند. فرین آسمی، بی بی سی. امیر لباف از دراویش گنابادی حاضر در گلستان هفتم و از فعالان حقوق دراویش و همینطور از دوستان بهنام محجوبی از بوسنی و هرزگوین با ماست. خوش آمدید آقای لباف به برنامه. کمی بیشتر برامون توضیح بدید از پرونده آقای محجوبی و اینکه به چه دلیلی او اینقدر تحت فشار بود. با عرض سلام خدمت شما همکاران عزیزتون و بینندگان محترم، خدمت شما عرض بکنم علت حبسی که به بهنام محجوبی داده شد به خاطر تجمع قانونی بود که جلوی پاسگاه قرار انجام دادن در پاسداران در اعتراض به بازداشت نعمت ریایی. اما چرا اونو توی زندان انقدر شکنجه دادن و چرا قبلا انقدر اون رو اذیت کردن؟ به خاطر این بود که اونا تلاش میکردن به وسیله بهنام به من دسترسی پیدا بکنن، چون بهنام از دوستان صمیمی و نزدیک من بود و در ایام تبعید من در شهر بابک کرمان در کنار من بود و من بسیار به من نزدیک. اونا پس از اینی که من تونستم از موقع انتقال از بیمارستان به آگاهی شاپور فراری داده بشم، خیلی ضربه سنگینی بهشون وارد شد، چون من برای دومین بار بود که تونستم از دست نیروهای امنیتی فرار کنم و بار دوم تونستم از کشور خارج بشم. و در دفعه اولم بهنام همراه من بود که ما بازداشت شدیم موقعی که سرقت ماشین من شده بود و ما به پاسگاه رفتیم. اونا خیلی تلاش کردن که منو به آقای شاپور به تنهایی ببرن، ولی اصرار بهنام محجوبی در این که اجازه نداد منو به اونجا به تنهایی ببرن و باعث شد که اونها هر دوی ما رو مورد ضرب و شتم قرار بدن، زمان کافی رو ایجاد کرد که در هنگام بیرون اومدن ما از پاسگاه توسط دوستانمون فراری داده بشیم از اون مکان. به خاطر همین کینه خیلی سخت و شدیدی نسبت به بهنام داشتن که هیچ نوع همکاری با اونها نکرد در نشون دادن جای من و اینکه منو بتونن بازداشت بکنن، چون من برای اونها خیلی ارزشمند بودم، چون تحت شکنجه‌ای که بودم در اونجا خیلی تلاش میکردن که در از این اتهام بزرگ رو به ما بزنن که همه چیزهایی که در گلستان هفتم اتفاق افتاده در از طراحی شده بوده و قبلا در سفری که من به ترکیه داشتم با نیروهای امنیتی کشورهای دیگه دیداری داشتم در اونجا و با رسانه‌های معاند و برنامه ریزی شده بود که اون شب این درگیری‌ها ایجاد بشه و اسناد هسته‌ای که اسرائیل اونها رو از تهران خارج کرد در حال همکاری ما بود. اونا میخواستن یک مصاحبه تلویزیونی از من بگیرن
ولی خب با توجه به اینکه من شرایط جسمی مناسبی نداشتم به کما رفتم و به بیمارستان منتقل شدم و هنگام بازگشتی از بیمارستان هیچ امیدی به این نداشتن که کسی بیرون باقی مونده باشه بخواد به ما کمک بکنه، چون اونها دراویشی رو که در اصل از حقوق خودشون دفاع میکردن رو ضرب و شتم کرده بودن، همه رو بازداشت کرده بودن و اصلا فکر این رو هم نمیکردن که کسی بیرون باشه و این اقدام رو انجام بده برای فراری دادن من. و خیلی این ضربه براشون سنگین بود و فشار به بهنام وارد میکردن، ولی از اونجایی که بهنام باشون همکاری نمیکرد این شکنجه ها رو ادامه دادن که هم به من ضربه در اصل بزنن به نحوی هم یک آرامشی پیدا بکنن. و بهنام بارها و بارها صدای خودش رو بیرون داد که اینا میخوان منو بکشن. صداش در رسانه‌ها پخش شد که اینا قصد کشتن منو دارن و همه اینها به خاطر این بود که بتونن فشار بیارن برای اینکه من خودم رو معرفی کنم برای نجات بهنام، در حالی که این کار باعث نجات بهنام هم نمی‌شد، چون اونها تصمیم خودشونو گرفته بودن برای اینکه هر دوی ما رو از بین ببرن. من مدت بیش از 2 سال مخفیانه زندگی کردم در خارج از ایران و بعد از اینی که بهنام محجوبی گرفته شد و تحت فشار قرار داده شد، خودم به صورت رسانه‌ای خودم رو مطرح کردم که در خارج از ایران به سر میبرم، بلکه فشارها از روی اون برداشته بشه برای اینکه بتونن منو پیدا بکنن، جای منو پیدا بکنن. اما متاسفانه اون کینه‌ای که در وجودشون بود باعث شد که بیش از پیش بهنام رو مورد شکنجه و آزار قرار بدن. اونها همین الان هم که بهنام رو به بیمارستان بردن، من خودم زندانی بودم و اونایی که زندانی بودن میدونن واقعا در زندان داروی تحت نظری رو به کسی به تعداد زیاد نمیدن و باید شما در محضر خود دکتر دارو رو مصرف بکنی هر بار و شما نمیتونی دارو رو پیش خودت نگهداری کنی. اونا دارن تلاش میکنن که خوردن بیش از اندازه دارو رو گردن بهنام بندازن، در حالی که بارها و بارها بهنام رفتار اونها را نسبت به خودش هشدار داده بود و گفته بود اینا به من تزریقات داروهایی رو میکنن که من اصلا نمیدونم چیه، داروهایی رو به ما میدن که مورد نظر نیست، دوستان من داروهای مورد تایید پزشکش رو براش تهیه میکردن به بیمارستان تحویل بدن، بیمارستان قبول نمیکرد و داروهایی رو که خودشون تصمیم میگرفتن با دوزای بالا به ایشون دادن. اونها در اصل اون رو کشتن. وقتی خیالشون راحت شد که دیگه بهنام نمیتونه زنده بمونه، اون موقع مجبور شدن اون رو بردن بیمارستان که بگن ما به حال اون رسیدگی کردیم و توجه کردیم. و اعتقاد شخص من هم همین است که بهنام محجوبی فقط به دستگاه وصله برای اینکه اینها خودشون رو تبرئه کنن و اعلام بکنن که ما رسیدگی پزشکی به ایشون کردیم. و من هیچ اعتقادی به این حرف ندارم و اینها بازیهایی هست که برای فریب رسانه‌ها داده میشه برای اینکه نشون بدن اخبار دروغ. آقای لبا، شما خودتون با او دوست بودین، رفت آمد داشتین، آیا قبل از زندان مشکلی داشته که نیاز به دارو درمان داشته باشه؟ بله، بهنام محجوبی در زمان ابتدایی که ما با هم دوست و رفاقت داشتیم اصلا مشکلی نداشت، اما بعد از اینی که دوران حصر جناب دکتر نورعلی تابنده پیش اومد و فشارهایی که بر ایشون وارد شد و فوت ایشون واقعا خیلی براش سنگین، اون وابستگی شدیدی به من داشت که از اون دور شده بودم و خیلی مشتاقانه عاشق جناب دکتر تابنده بود و این حادثه باعث شد که اون از داروهای روانپزشکی استفاده بکنه و دچار بیماری پانیک عصبی شده بود و واقعا شرایط این رو از نظر روحی نداشت که در زندان باشه، همون جوری که دکترش نوشته بود و حتی پزشکی قانونی هم تایید کرده بود. اما متاسفانه اونا اینقدر نگرش داشتن و اذیتش کردن تا آخر هم کار خودشونو کردن و متاسفانه بهنام یک انسان ارزشمندی بود، بسیار با محبت و بی خطر واقعا به معنای واقعی، فقط عشق، ما به جز عشق از این ندیدیم، از این بشر به جز عشق و مهربانی چیزی ندیدیم. حتی تجمعی هم که در جلوی پاسگاه کردن در صلح و آرامش بود و خیلی تلاش کردن، ما خیانت‌های زیادی بهمون شد و متاسفانه از درون و بیرون صدمات به ما وارد شد. من واقعا حرفی برای گفتن دیگه ندارم. متشکرم از شما امیر لباف از دراویش گنابادی و از دوستان بهنام محجوبی از بوسنی و هرزگوین با ما. متشکرم از شما. اما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر، هم از لندن با ماست. خوش آمدید خانم عبادی. برامون
توضیح بدید که یک زندانی به هر جرمی که بازداشت شده باشه و حالا در این مورد گفته میشه که مشکلات روحی و جسمی هم داشته، قانون ایران در مورد این زندانی چه میگه و حقوق او چه هست؟ با سلام به شما و همه هموطنان عزیزم، به موجب قانون وقتی که یک نفر دستگیر میشه از لحظه ورود به زندان، زندان و مسئولین زندان باید مراقب او باشند، درمان لازم رو در اختیار او قرار بدن و مسئول هر نوع عواقبی هستند که در مورد یک زندانی پیش میاد. اجازه بدین یه چیزی رو من اضافه بکنم. الان میگن که بهنام فوت نکرده و ما داریم تلاش میکنیم با تیم پزشکی که او رو به حیات برگردونیم. امیدوارم که این حرف درست باشه، اما میتونم بگم که چرا این کار رو، یعنی حس بزنم چرا این کار رو کردن. برای اینکه بهنام زمانی که تقریبا مطمئن بودن که دیگه زنده نیست او رو به بیمارستان میبرن و وقتی که وارد اتاق آی سی او میشه، این در حقیقت طفلک از دست رفته بود. اما از اونجایی که دولت ایران با دغل سازی خوده میخواد صحنه سازی بکنه، این رو دستگاه رو ازش قطع نمی کنن در حالتی که دیگه جانی نداره. او آسمانی شد ولی که دستگاه رو قطع نمی کنن صرفاً برای اینکه در مقابل سؤالی که از اونها در مجامع بین المللی احتمالاً خواهد شد عنوان بکنن. بله، به محض اینکه بیمار بود ما برسوندیمش، 4 روز هم در اونجا بود، متاسفانه مداوا تأثیر نکرد و این حرف دروغه. زمانی بهنام به بیمارستان برده می شود که در حقیقت دیگه حیات نداشته و اون دستگاه ها هم الکی گذاشتن صرفا برای اینکه ادعا بکنن که ما تمامی تلاش رو کردیم که نجاتش بدیم. خانم عبادی اشاره کردن که مسئولان زندان از وقتی که زندانی به زندان منتقل میشه مسئولند که مراقب او باشن. اگر تایید بشه که آقای محجوبی در گذشته، مسئول مرگ او چه کسیه؟ قوه قضاییه از رئیسش و مدیرانش دادستان که ناظر بر زندان هاست، اصولا زندان ها زیر نظر دادستان ها اداره میشه و همچنین زندانبان ها و رئیس زندان، تمام این مراتب که به شما گفتم مسئولیت قانونی دارن و باید پاسخگو باشن که چرا این گونه رفتار کردن. مادر آقای محجوبی هم چند روز بوده که التماس میکرده که فرزندش رو ببینه. اگر میشه کوتاه برامون توضیح بدین که خانواده های زندانیان چه حقوقی دارن نسبت به فرزندانشون که در زندانن؟ به موجب آیین‌نامه اداره امور زندان ها خانواده ها و بستگان درجه 1 میتوانند هر هفته و یا اگر محدودیتی باشه که قبلا اعلام میکنن هر 15 روز یک بار اونها رو ملاقات بکنن، اما متاسفانه این در مورد زندانیان سیاسی عقیدتی بسیار تنگ نظرانه با این قانون برخورد میکنن و در موارد مشابهی مثل بهنام دیده شده که گاهی اوقات حتی ماها زندانی از ملاقات با خانوادش محروم مانده. یک کار دیگه هم که میکنن این است که زندانی رو منتقل میکنن به شهر دیگری، یعنی در حالتی که خانوادش و محل وقوع جرمش مثلا در تهرانه، او رو برخلاف قانون میفرستن فرزند به بندرعباس. این علاوه بر این که خلاف قانونه و باعث ناراحتی متهم میشه، یه مشکل دیگه هم داره و اون خانواده است.
خانواده ها برای اینکه عزیزانشون رو ببینن بایستی کیلومترها سفر بکنن. و در حقیقت شکنجه زندانی تنها نیست، شکنجه خانواده زندانیان هم هست. خانم عبادی، به رؤسای مختلف قوه قضاییه که نگاه میکنیم از زمان هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی، اینها عوض میشن اما رویهشون نسبت به زندانیان سیاسی مشخصا تغییری نمیکنه. چرا؟ علتش این است که هر کس که با ما نیست علیه ماست. تنگ نظری های کلی حکومت فقط قوه قضاییه نیست، در تمامی ارگان ها شما این مسئله رو میبینید. کسی که با ما نیست حق حیات هم اگر بهش میدهیم لطف میکنیم و اسمش رو گذاشتن رأفت اسلامی. افراد رو میگیرن، بیگناه زندان میکنن، بعد از چند سال وقتی که آزاد میکنن میگن مشمول رأفت اسلامی شد. من در همینجا اجازه بدین یه مسئله رو در پاسخ با آقای رئیسی بگم. آقای رئیسی دیروز عنوان کرده بودن که وضعیت زندان ها خیلی خوبه و هر کس که میخواد از مقامات بین المللی و یا غیر ایرانی میتونه بیاد ملاقات بکنه و ببینه که ما چه امکاناتی برای زندانی ها فراهم میکنیم. در جواب آقای رئیسی باید بگم که آیا فراموش کردید که گزارشگران ویژه حقوق بشر از آقای شهید و اسما جهانگیر و همچنین الان آقای جاوید رحمان هر کدام بارها درخواست کردند که بیایند ایران و زندانها رو ببینند، اجازه ندادید؟ آقای رئیسی اگر راست میفرمایید لطفاً به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رو ویزا بدید که بیاد زندان شما رو ببینید. این دیگه شاخشونه کشیدن نداره. گزارشگر رو راه نمیدید و بعد عنوان میکنید که بهترین زندان ها رو دارید و حاضر هستید که از همه پذیرایی کنید که بیاین زندان رو ببینن. خب جاوید رحمان که بارها و بارها درخواست ورود به ایران کرده که بیاد بازدید کنه، اون رو راش بدید، اون بیاد، کافیه، همه ما قبول داریم. متشکرم از شما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر از لندن با ما. متشکرم. ارسطو فروهر، فعال مدنی و فرزند داریوش و پروانه فروهر از آلمان با ماست. خانم فروهر خوش اومدید به برنامه. به نظر شما جمهوری اسلامی با این کارها چه چیزی رو میخواد القا کنه؟ چه نفعی میبره از این اقداماتی که انجام میده؟ اول میخوام سلام بکنم به شما و بینندگانتون و در همین ابتدا صمیمانه ابراز همدردی و همراهی بکنم با خانواده آقای محجوبی و واقعا تصویر مادرشون که این ساعت‌های اخیر همه ما رو تا عمق جان آزرده کرده. دوباره فکر می‌کنم که بایستی بهش اشاره کرد. اما در مورد چرایی این قضیه واقعا به نظرم سرکوب و سیاست حذف یک بخش ساختاری سیستمه. شما وقتی که نگاه میکنید همینطور این زنجیره‌ای هست که ادامه پیدا میکنه تا دهه های گذشته. این آنچه که بر سر این جوانی که واقعا در ابتدای جوانی خودش این بلا سرش آمده، این بلا انگار تکرار میشه همینطور وقتی که ما به عقب نگاه میکنیم به شیوه های مختلف. این اینجا شکنجه هایی که او رو کردند، جای تک تیراندازیه که به
جوانانی که در خیابان تظاهرات میکنن شلیک میکنه، جای دیگه جوانی رو که دستگیر میکنن ستار بهشتی اون شکلی اونقدر کتکش میزنن تا از دنیا میره، خبرنگاری رو زهرا کاظمی میزنن تا از بین میره، پدر و مادر من رو شبانه میریزن توی خونه، کارد آجین میکنند. و همینطور وقتی که نگاه میکنید میبینید که این سرکوب بیرحمانه، این میزان واقعا بی حد خشونت یک بخش ساختاری این دستگاهه و این که همینطور داره تکرار میشه و در واقع نیروهای جامعه رو که پتانسیل های اعتراضی این جامعه هستند، پتانسیل تکثر این جامعه هستند، جور دیگری هستند، حالا در این مورد دراویش گنابادی هستند که ما شاهد سرکوب واقعا ددمنشانشون بودیم مدتی پیش. اینها در واقع هر آنچه که در اون ساختار فکری خودشون دیگری حساب میشه، برخوردی که باهاش میشه برخورد حذفیه. جا این حذف واقعا ابعاد خشونتش هر بار مثل یک سیلی به صورت جامعه میخوره. خانم فروهر، به سرکوب دراویش اشاره کرد، این خشمی که حکومت نسبت به دراویش داره این ریشش از کجاست؟ ببینید دراویش اعتراض کردن، دراویش به نوعی حضور خودشون رو در اون جایی که حکومت قطب معنوی اونها رو تحت فشار قرار داده بود و از او دفاع کردن. این دفاع بسیار برخلاف اون چیزی که سعی کردن که در تبلیغ بکنن بسیار حالت آرامی داشت. در ابتدا حمله شد بهشون، شاید در جاهایی از خودشون دفاع کردن، ولی اون هم واقعا به هیچ وجه به اون سناریو سازی هایی که بعدن کردن ربطی نداشت. دستگاه حاکمه یک کاری هم که انجام میده بعد از اینکه برای اینکه مسئولیت نپذیره صحنه سازی میکنه، به جای رسیدگی صحنه سازی میکنه. من خودم شاهد صحنه سازی دستگاه قضایی در به جای رسیدگی قضایی به پرونده قتل پدر و مادرم بودم. اینجا هم در این مورد میبینیم که به جای اینکه رسیدگی بکنند به خواسته یک زندانی سیاسی که تحمل حبس نداره به دلیل وضعیت جسمیش، صحنه سازی میکنند که در واقع در منظر عمومی خودشون رو مبرا جلوه بدن. در مسئله دادخواهی هواپیمای اوکراینی هم عیناً همینه. مسئولیت پذیری وجود نداره، به جای اون صحنه سازی میکنن و سعی میکنن که در واقع یه روایت دیگری رو جا بندازن که با واقعیت‌ها تفاوت داره. و این خیلی بازماندگانی که ما میبینیم شاهد حضور مادران دادخواه بودیم برای در واقع همراهی و همدلی با مادر بهنام محجوبی. این بازماندگان هر کدومشون فقط عزا و درد نیستن، یه دادخواستن، یک دادخواستند و نمونه ای از ظلمی که مثل زنجیره‌ای کشیده شده به این امید که این دادخواهی به یک سرانجام درست برسه. متشکرم از شما پرستو فروهر، فعال مدنی از آلمان. بابا، دیشب در حمله راکتی به پایگاه نیروهای آمریکا در شهر اربیل در کردستان عراق یک پیمانکار غیر نظامی کشته شده. 9 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی هم زخمی شدند.
گفته شده که یک گروه شبه نظامی ناشناخته به اسم سرایای اولیای دم مسئولیت حمله را بر عهده گرفته. مسرور بارزانی نخست وزیر حکومت محلی کردستان عراق و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا این حمله را محکوم کردند. نفیسه کوهنورد گزارش می‌دهد. اربیل شب گذشته. صدای آژیر خطر در پایگاه نیروهای آمریکایی در فرودگاه شهر و دود غلیظ ناشی از چندین انفجار. دیشب دست کم 14 راکت به سوی این فرودگاه شلیک شد. راکت انداز پشت یک خودروی کیا نصب شده بود. نیروهای امنیتی کردستان عراق آن را جایی حدود 35 کیلومتری جنوب اربیل پیدا کردند. در این حمله یک پیمانکار نیروهای ائتلاف کشته شد و دست کم 9 نفر زخمی، از جمله یک سرباز آمریکایی. 4 سرباز دیگر هم علائم آسیب مغزی داشتند. بعضی از راکت ها به مناطق پر رفت و آمد شهر اصابت کردند، مثل این یکی. تعدادی از خانه ها به شدت آسیب دیدند. چندین غیر نظامی هم در اثر انفجارها زخمی شدند. پزشک این بیمارستان میگوید دست کم 3 مجروح اینجا تحت مداوا هستند. یکی از اونها آسیب مغزی دیده و عملش کردیم. حالا به دستگاه تنفس وصله و حالش وخیمه. یک نفر دیگه به شدت زخمی شده و دچار شکستگی لگن که اون هم جراحی لازم داشت. نفر سوم رو خوشبختانه سرپایی مداوا کردیم و به خونش فرستادیم. شبه نظامی نوظهوری به نام سرای اولیای دم مسئولیت انفجار را به عهده گرفته. این گروه با انتشار این بیانیه در شبکه‌های اجتماعی نیروهای آمریکایی را اشغالگر خوانده و به مقامات کردستان عراق به خاطر حمایتشان از این نیروها هشدار داده. سرای اولیای دم کمتر از یک سال است که اعلام وجود کرده. این گروه در ماه‌های گذشته چند ویدیو از حمله به کاروان‌های لوجستیکی ائتلاف منتشر کرده بود. به گفته خودشان در انتقام خون قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس که در حمله آمریکا کشته شدند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در یک سال گذشته 8 پایگاه خود را در عراق ترک کردند. حالا اربیل در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین پایگاه‌های نیروهای آمریکایی است. این شهر حتی در زمان جنگ با داعش هم محلی امن برای این نیروها بوده. اما بعد از کشته شدن آقای سلیمانی، اربیل 3 بار هدف حمله‌های راکتی قرار گرفته. حمله دیشب یکی از شدیدترین حمله‌ها علیه نیروهای آمریکایی در عراق در چند ماه گذشته بود. حالا نگاه‌ها اینجا به رئیس جمهوری جدید آمریکا دوخته شده و سیاستش در قبال ایران و گروه‌های نزدیک به آن. نفیسه کوهنورد، BBC. همکارم نفیسه کوهنورد خبرنگار ما در مسائل خاورمیانه اینجاست تا بیشتر صحبت کنیم. نفیسه، تو خودت اربیل هم بودی. اول برامون توضیح بده که از این گروهی که مسئولیت حمله رو گفته میشه بر عهده گرفته چه چیز بیشتری میدونی؟ تقریبا میشه گفت چیز زیادی از این گروه نمیدونیم. این گروه جزو گروه‌هاییه که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص در تلگرام اعلام وجود کردن. جز این ده یا پونزده گروه دیگه هم با اسامی مختلف از جمله اصحاب کهف و عدالله و اسمای مختلف دیگه اعلام وجود کردن و همه خودشون رو مخالف حضور نظامی نیروهای آمریکایی اعلام میکنن و ماهیت و وجود فیزیکیشون مشخص نیست. اون چیزی که کارشناسای نظامی و حتی نیروهای ائتلاف میگن، فرمانده‌های ائتلاف میگن بر اساس تحقیقاتی که کردن، به نظر میرسه که این گروه‌ها در حقیقت همون گروه‌های اصلی هستن، اصلی بیشترشون هم که نزدیک به ایرانن یا تحت حمایت ایران هستن و مخالف آمریکا، اما به خاطر اینکه نمیخوان توجه به اونها جلب بشه اینطور اعلام وجود میکنن، برای اینکه شما نمیتونین برید یک گروهی رو که در تلگرام هست هدف حمله قرار بدید. اگر آمریکا باشید بخواید در حقیقت تلافی این حمله رو بکنید، اینها پایگاه مشخصی ندارن برای زدن، پایگاهشون در همین تلگرام هست. ولی مشخصا اینها در شبکه‌های اجتماعی هم پیام‌هایی که منتشر میکنن
خطشون رو نشون میده، خودشون رو جزو اون چیزی که اونها محور مقاومت میخونن اعلام کردن و مشخصا پیگیر انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس فرمانده هشت شعبی هستند. چه چیزی باعث شد که نفیسه توی این ماجرا اسم ایران مطرح بشه؟ همه حمله ها علیه پایگاه های آمریکایی به نوعی به ایران برمیگرده، یعنی مزنونش ایرانه، به خاطر اینکه گروه هایی که تا الان، تا قبل از این گروه های شبهوار، گروه های دیگه ای که مشخصا رابطه نزدیک با ایران دارن، تحت حمایت ایران هستن، مثل کتایب حزب الله، مثل اصحاب اهل حق، اونها هیچ ابایی نکردن از اینکه حمله های قبلی رو به عهده بگیرن و سالها هم با آمریکا در عراق جنگ نیابتی ایران رو دنبال کردن، علیهشون جنگیدن به نیابت از ایران و الان هم پنهان نمی‌کنن که مخالف حضور آمریکا هستن، حتی تهدید کردن. کتایب حزب الله گروهی هست که هم کاملا توسط ایران شکل گرفته و هم گروهی هست که اعلام آتش بس کرده برای این متوقف کردن این حمله های راکتی، و من وقتی ازشون پرسیدم که با این اعلام آیا حمله ها رو به عهده میگیرین، میگن نه، ما اصلا پنهان هم نمی کنیم اگر حمله ای انجام بدیم. در نتیجه هر حمله ای که در عراق شکل میگیره علیه نیروهای ائتلاف، علیه نیروهای آمریکایی، به خصوص بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، همه نگاه ها به هر حال برمیگرده به ایران. یک کمی هم برامون از اهمیت این فرودگاه اربیل بگو و نقشی که داره برای نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا. فرودگاه اربیل بخش بزرگش الان محل استقرار نیروهای آمریکاییه. بعد از اینکه اینها نیروهای ائتلاف 8 پایگاهشون رو بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس بستن، گرچه اعلام کردن که دلیل بستنش موفقیت نیروهای عراقی علیه داعش بوده و برای همین دارن نیروهاشون رو کم میکنن و از عراق خارج میشن، اما به هر حال 8 پایگاه رو تعطیل کردن و بیشتر نیروهاشون رو متمرکز کردن در عین الاسد، در انبار، بغداد و اربیل، و اربیل در حال گسترش هست. پیامی هم که به نظر میاد که این حمله داشته اینه که میخوان این گروه ها میخوان نشون بدن که اربیلی که همیشه امن بوده برای این نیروها دیگه امن نخواهد بود. یک نوع هشدار هم به مقامات کردستان عراق که به هر حال رابطه بسیار نزدیکتری با نیروهای آمریکایی، با مقامات آمریکایی دارن و همیشه از حضور نیروهای آمریکایی حمایت کردن، حتی با اینکه بخش بزرگی الان از گروه‌های نزدیک به ایران میگن که این نیروها باید فلفور از عراق خارج بشن. کردستان عراق میگه باید اینجا بمونن. برای همین هم هست که به نظر این حمله نه فقط نیروهای آمریکایی، که دولت محلی کردستان عراق رو هم هدف قرار داده. متشکرم از توضیحاتت همکارم نفیسه کوهنورد، ممنونم. جاشوا لندیس، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه اوکلاهوما، از همین ایالت با ماست. خوش آمدید آقای لندیس. دفعه آخری که گروه های وابسته به ایران چنین حملاتی کردند و در واقع تنش هایی که بین دو طرف ایجاد شد، باعث شد که قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران در بغداد به دست آمریکا کشته بشه. اگر فرض بگیریم که ایران پشت حمله بوده، واقعا نفعش چیه برای ایران؟ اول از همه میخواد انتقام بگیره، انتقامی که قولش رو داده بوده که میگیره، ولی دوم از همه این یک دولت جدید الان در آمریکا در سر کار. هر دو طرف گفتن که میخوام برگردن به توافق هسته‌ای، اما آمریکا زبان کاملا سختی رو در پیش گرفته، گفته ما ایران باید تعهداتش رو انجام بده، از جمله اینکه غنی‌سازی رو متوقف بکنه. ایران در این حال جواب داده، گفته نه، این آمریکا بود که این توافق رو نقض کرد و اونها باید تحریم ها رو متوقف کنن و برگردن به توافق، برای اینکه بیش از 100 تحریم رو آقای ترامپ انجام داد که به نظر من درست هم نبود. بنابراین هر دو طرف در یک شرایط بدی هستن. ایرانی ها فقط این کار رو انجام دادن تا توجه آمریکا رو جلب بکنن، تا آمریکا بگن که اونها نمیتونن صلح رو در منطقه داشته باشن تا زمانی که با ایران به توافق برسن. این جلب توجه که شما بهش اشاره میکنین، فکر میکنین واقعا جواب بده؟
دولت آقای بایدن گفتن که اونها میخوان توافق هسته‌ای با ایران رو داشته باشن، برای اینکه نمیخوان با ایران وارد جنگ بشن، ولی اگه ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده، اون وقت فشارها بر دولت بایدن بیشتر خواهد شد از طرف اسرائیل و طرفهای دیگه که وارد جنگ بشن با ایران. این کاری بود که اوباما نمیخواست انجام بده و به خاطر همین به توافق رسید، برای اینکه حمله کردن به عراق یک ایده بسیار خطرناک و بد بود و وقتی که به ایران میرسیم، این کشور کشوری است که توانایی‌های نظامی پیشرفته تری داره. به همین دلیل که آمریکا به هیچ عنوان نمیخواد، این کاری نیست که آمریکا بخواد انجام بده. اشاره میکنه که نمیخواد آمریکا این کار انجام بده. وزیر خارجه آمریکا گفته که آمریکا پاسخ این حمله رو میده. فکر میکنید پاسخ دولت بایدن به چه شکلی خواهد بود؟ اول از همه فکر میکنم اونا یه مقداری آروم‌تر با مسئله برخورد میکنن، میگن که میخوان بفهمن کی پشت این حمله بوده. همین چیزیست که وزیر خارجه آمریکا هم گفته، گروه‌های چندین گروه در اونجا فعال هستن، سخته که بفهمن چه گروهی قطعا پشت اون بوده، به خصوص در کردستان. و در کردستان خیلی مشکل هست که قرار باشه که مثلا شما به راحتی در کردستان حمله انجام بدید و مثلا کردها رو بکشید که ازتون حمایت میکنن. بنابراین آمریکا در درجه اول فکر نمیکنم نظامی پاسخ این رو بده. چطور این پاسخ رو خواهد داد؟ در حال حاضر من جوابی برای اون ندارم. دولت آمریکا کلن به نظر عجله نداره برای اینکه یک سیاست روشنی در قبال ایران تعیین بکنه. فکر میکنید اقدامات این چنینی که انجام میشه چقدر میتونه تأثیر بگذاره در سیاست گذاری آمریکا در قبال ایران؟ Well, I think it's going to divide the administration. من فکر می‌کنم قطعاً به نوعی اختلاف ایجاد می‌کنه در داخل دولت. اونها خیلی الان داخل این دولت هستن که میگن همین حالا باید خیلی سخت انتقام بگیریم. یه چیزی شبیه کشتن قاسم سلیمانی. کشتن قاسم سلیمانی ایران رو برای مدت طولانی ساکت کرد و اونها حالا دوباره همین کار رو انجام دادن. اونها میگن که باید حالا دوباره انتقام سخت ازشون بگیریم. بعضیاشون میگن نه، اون کاری که ترامپ انجام داد کار اشتباه بود. ما شرایط بدتری نمیخوایم وارد بشیم با ایران. ایران رو در مسیری قرار داد که به سمت غنی‌سازی اورانیوم برد و از همه طرف تحریک‌ها بیشتر شده و همینطور شرایط رو برای عربستان سعودی بدتر کرده. بنابراین گروهی هست که میگه ما نمیتونیم بریم سراغ این که انتقام بگیریم و یک چشم در برابر یک چشم انجام بدیم. به همین خاطر شرایط پیچیده و خاصی در داخل دولت بایدن خواهد بود برای اینکه تصمیم بگیرن که در جواب این حمله میخوان با ایران چه بکنن دقیقاً. متشکرم از شما جاشوا لندیز، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه اوکلاهوما با ما. نزدیک به یک ماه از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن گذشته و او هنوز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس نگرفته. موضوعی که به گمان زنی هایی درباره روابط این دو کشور در 4 سال پیش رو دامن زده. آقای نتانیاهو دیشب به کانال 12 اسرائیل گفت که از تماس نگرفتن آقای بایدن ناراحت نیست و مطمئن است که او به زودی زنگ خواهد زد. او در این حال تایید کرد که بر سر مسئله ایران با جو بایدن اختلاف نظر دارد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. دردسر تازه بنیامین نتانیاهو. یک ماه از به قدرت رسیدن جو بایدن گذشته و او با این پرسش روبروست که آیا از زنگ نزدن رئیس جمهور جدید آمریکا ناراحت نیست؟ نه، من و بایدن 40 ساله که رفیقیم. از زمانی که من در واشنگتن نماینده اسرائیل بودم و اونم سناتور جوان دلاور بود. ما هم رو میشناسیم و درباره خیلی چیزا هم توافق نظر داریم. ولی درباره 2 موضوع اختلاف داریم. یکی فلسطینی‌ها و یکی هم ایران. برای آقای نتانیاهو زنگ نزدن جو بایدن آخرین گرفتاری در فهرست بلند بالای گرفتاری‌های اوست. 2 ماه پیش ائتلافی که او را در قدرت نگاه داشته بود اصلا پاشید و قرار شد برای 4مین بار ظرف 2 سال گذشته در اسرائیل انتخابات برگزار شود. دادگاه او به اتهام فساد مالی همچنان ادامه دارد و بیش از 30 هفته است که مخالفانش روبروی خانه‌اش در بیت المقدس تظاهرات می‌کنند. جو بایدن اما انگار خیال کوتاه آمدن ندارد. او اگرچه در دوران دراز فعالیت سیاسیش همواره از دوستان اسرائیل محسوب شده، اما به رغم فشارهای سیاسی هنوز با آقای نتانیاهو تماس نگرفته. حتی توییت پرکنایه دنی دانون،
نماینده اسرائیل در سازمان ملل هم فایده ای نداشت. آقای دانون دو هفته پیش در توییتر نوشت که بایدن با رهبران مختلف جهان تماس گرفته، از کانادا و مکزیک و بریتانیا گرفته تا هند و فرانسه و آلمان و روسیه و کره جنوبی، اما هنوز به آقای نتانیاهو زنگ نزده. کار به جایی رسید که سخنگوی کاخ سفید 4 روز پیش در برابر این پرسش قرار گرفت که چرا واقعا جو بایدن به نخست وزیر اسرائیل زنگ نمیزند. جن ساکی گفت که قصد و غرضی در کار نیست و رئیس جمهور آمریکا همین روزها با آقای نتانیاهو تماس خواهد گرفت. برای نتانیاهو اما این وضعیت میتواند یادآور 4 سال پیش باشد، زمانی که او در آستانه انتخابات اسرائیل به واشنگتن سفر کرد اما باراک اوباما حاضر نشد با او ملاقات کند. در آن روزها هم اختلاف اصلی بر سر ایران و برجام بود. آقای اوباما می گفت که آقای نتانیاهو درباره برجام ادعاهای دروغ بیان می کند تا دیگران را گمراه کند. برنامه هسته‌ای ایران و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم موضوعی است که از سوی آقای نتانیاهو به عنوان کابوسی برای اسرائیل توصیف شده، کابوسی که در نگاه او برجام راه حلش نیست. او در این سالها ایران را به یکی از مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی دولتش تبدیل کرده و لحظه ای از مخالفت با برجام دست نکشیده. حالا هم انتظار می‌رود که اگر بنیامین نتانیاهو در انتخابات ماه آینده پیروز شود، مهمترین مخالف برجام در میان رهبران جهان باشد. کیوان حسینی، بی بی سی. وزیرسانه‌های ایران از برآوردهای خبر دادند که بر اساس آن در صورت رشد یکسان قیمت و درآمدها در تهران 109 سال طول می‌کشد تا شهروندان این شهر صاحب خانه شوند و این در حالی است که این شاخص در اواخر دهه 70 حدود 12 سال بوده. از شما پرسیده بودیم چقدر امیدوار هستید که صاحب خانه شوید و فکر می‌کنید چقدر طول بکشد. نظر بعضی از شما مخاطبانمون رو با هم بشنویم. ببین افزایش قیمت مسکن همه جای دنیا اتفاق می‌افته. این مسئله ای نیست که ما رو نگران کنه. در حال حاضر در مملکت ما اجاره یک واحد مسکونی برای جوانها، زوجای که تازه تشکیل خانواده دادن، بسیار کار سختی. خرید واحد مسکونی معجزه است، تبدیل به معجزه شده. در جایی که بنده زندگی میکنم، بله که مسکن گرون شده، بله که 5 برابر شده، ولی مطمئنم مسکن از دلار کمتر رشد کرده، مطمئنم مسکن از طلا کمتر رشد کرده. و مگه میشه تو مملکتی زندگی کنیم که همه چی رشد کنه و مسکن رشد نکنه؟ درد اصلی ما عدم حمایت دولته که در این وانفسا باید کمک کنه، باید وامهایی بده که با توجه به حقوقهایی که مردم میگیرن مثل همه جای دنیا بتونن خونه خریداری کنن. دولت ما این کار رو نمی کنه، این پولا رو جاهای دیگه میبره و حتما که مردم اینها رو متوجه میشن و به شدت ناراحت. من تهران زندگی میکنم، یه خونه 60 متری دارم بدون آسانسور، طبقه 4. صدایم که الان میشنوید به خاطر اینه که همیشه این دور و بر پر سر و صدا است. هنوز پول این خونه رو که خریدم ندادم، باید 10 سال دیگه فکر کنم وامش و قسطش و اینا رو بدم و امیدی هم ندارم که تا این وضعیت هست بتونم خونه بهتری بگیرم. دیگه هیچ فرقی نمی کنه که در کجای ایران ساکن باشین، خانه‌دار شدن برای افراد نرمال و کسایی که درآمد نرمال دارن و پولی از قبل ندارن، ارث پدری بهشون نرسیده، پسنداز هنگفتی از قبل ندارن، یا ذاتاً افراد پولداری نیستن و میخوان به قول قدیمی ها از صفر شروع کنن و صاحب خونه بشن، عملاً و واقعاً غیر ممکن هست. کسی که ماهی 3 میلیون تومان درآمد داره، 4 میلیون حتی درآمد داره و درآمد بالایی نسبتاً بین کارمندا حساب میشه، اگه بخوایم یک تقسیم ساده انجام بدیم 333 ماه طول میکشه که این فرد خونه دار شه، در واقع 27 سال. تازه اینو برای یک خونه کوچیک و اگه طرف هیچی نخوره و همه درآمدش رو پس انداز کنه که عملا اینم غیر ممکن هست. امیره لطیفه، دختر محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، در سال 2018 سعی کرد که از امارات فرار کند و به آمریکا پناهنده شود.
اما او را وقتی که با یک کشتی تفریحی از اقیانوس هند میگذشت گرفتند و به دبی بازگرداندند. از آن زمان او تنها یک بار در یک مهمانی با حضور مری رابینسون، کمیسیونر پیشین حقوق بشر سازمان ملل دیده شده. برنامه پانورامای بی بی سی امروز ویدیویی از او منتشر کرده که میگوید زندانی پدرش است. نوال مقحفی، گزارشگر ویژه بی بی سی عربی، گزارش میدهد. امیره لطیفه، دختر یکی از ثروتمندترین مردان جهان، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی. اینجا لطیفه را در حال سقوط آزاد میبینید. زندگیش به نظر بی نقص میرسد، اما او دیگر این زندگی را نمیخواست. او میگوید شاهزاده ایست در بند. این فیلم را سال 2018 گرفته، وقتی میخواست فرار کند. حس خوبی به آینده دارم. اینکه یه روز صبح از خواب پاشم و فکر کنم که امروز هر کار بخوام میتونم بکنم، هر جا بخوام میتونم برم. او و دوستش تینا موفق شدند از دبی فرار کنند و سواره یک کشتی تفریحی شوند. برنامه این بود که از اقیانوس هند بگذرند و به آمریکا پناهنده شوند. اما 8 روز بعد، وقتی تقریباً به هند رسیده بودند، امیدشان برای آزادی نقش بر آب شد. صداهایی از عرشه کشتی شنیدیم، شبیه صدای تیراندازی. نیروهای ویژه هند عملاً کشتی رو تصرف کردن. لطیفه ترسیده بود و میگفت ای داد، اومدن. شروع کرد جیغ و داد کردن و دست و پا زدن. سعی کرد فرار کنه. آخرین باری بود که دوستم رو دیدم. امیر لطیفه را در آبهای بین المللی به زور از آن کشتی بردند. ناپدید شد. معلوم نبود چه به سرش آمده تا امروز. برنامه پانوراما این تصاویر را به دست آورده که در طول 2.5 سال گذشته ضبط شدند. در این ویدیوها لطیفه میگوید که او را کجا نگه داشتند. ویلایی در مرکز دبی. من یه گروگانم و این ویلا به زندان من تبدیل شده. همه پنجره ها رو نرده کشیدن. هیچ پنجره ای رو نمیتونم باز کنم. تنهام، در زندان انفرادی. به خدمات پزشکی هم دسترسی ندارم. نه دادگاهی در کار بوده، نه اتهامی، نه هیچی. او آنچه را میتوانسته ببیند طراحی کرده. 30 مامور پلیس در چند شیفت از این ویلا محافظت میکنند. برنامه پانوراما توانسته جزئیات، چگونگی و محل حبس امیر لطیفه را مستقلن تایید کند. با هیچ کس نباید چنین رفتاری کرد. حبس انفرادی به این شکل عمدتاً مصداق شکنجه شناخته میشه. امیر لطیفه فقط برای این کار اجازه خروج از ویلا را پیدا کرد. شرکت در ضیافتی با حضور مری رابینسون، کمیسیونر پیشین حقوق بشر سازمان ملل، ضیافتی که مادر خواندهش امیر حیا ترتیب داده بود. حیا به من گفت که مهمونی خیلی خوبیه. دلم میخواد ازش یادگاری داشته باشم. میایین تو نشیمن همگی یه عکس بگیریم؟ این عکس ها که حکومت دبی منتشر کرد ثابت میکرد که امیر زنده است. کشوندن لطیفه به اونجا با این ترفند یه جور بیرحمی میخواد. ترتیب دادن زیافتی که عکاس توش عکس رو بگیره در انتظار شکار لبخندی که در واقع در کار نیست. هیچ کس روایت لطیفه را از ماجرا نشنیده تا حالا. تمامش نمایش بود، انگار گولم زدن. حیا به من نگفته بود که مری قبلا رئیس حقوق بشر سازمان ملل بوده. اگه میدونستم معلومه که همه چیزو میگفتم، اما به هم نگفت. مری رابینسون در آن زمان ادعا کرد که امیر لطیفه در پناه عشق و توجه خانواده است، اما حالا برای اولین بار به ما گفته که آن روز چه گذشت. فریب خوردم. اولش به دست دوست خوبم امیر حیا که او هم فریب خورده بود. حیا شروع کرد بگه که لطیفه اختلال 2 قطبی شدید داره. یه جوری به هم گفتن که خیلی قانع کننده بود. نمیخوام لطیفه بیشتر از این رنج بکشه. هیچ سوالی ازش نپرسیدم چون نمیدونستم چطور باید این کار رو بکنم. نمیدونستم با کسی که اختلال 2 قطبی داره چطور در مورد تروماش صحبت کنم. توی مهمونی خوب نمیخواستم باهاش حرف بزنم و تروماش رو اضافه کنم. زندگی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم در این 3 سال عادی بوده.
speaking with Her Majesty the Queen. اما اون مسئول زندانی کردن و آزار دختر خودش است. شیخ هنوز هم مدعی است که گرفتن و برگرداندن امیر لطیفه به دبی یک عملیات نجات بوده. اما تلفنش از چند ماه پیش دیگر پیامی نفرستاده. اینها آخرین پیام‌هایی است که از او دریافت کرده ایم. تصمیم گرفتیم بخشی از این مدارک رو منتشر کنیم. تصمیم آسونی نبود. احساس می‌کنم که اون می‌خواد ما برای آزادیش تلاش کنیم و تسلیم نشیم. نمی‌دونم از این وضعیت نجات پیدا می‌کنم یا نه. پلیس تهدیدم کرده که زندگیمو تو زندون خواهم بود و هرگز روی آفتاب رو نخواهم دید. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما روی وبسایت بی بی سی فارسی و روی یوتیوب ما در دسترس هست. یادآوری می‌کنم که همیشه برای اینکه از تازه‌ترین خبرها مطلع بشید می‌تونید برید سراغ سایت فارسی بی بی سی. مطالب تحلیلی هم از همین طریق در دسترس هست. از جمله مطلبی داریم با این عنوان که نیپا، ویروسی که دانشمندان می‌خوان مطمئن بشن که کرونا بعدی نیست. در این گزارش اومده که بیماری‌های عفونی نوظهور زیادی در آسیا به وجود میان و یک گروه از دانشمندان دارن سعی میکنن نمونه برداری بکنن از هزاران خفاش و ویروس های جدیدی کشف کردند و بیماری های کشنده که ممکنه که از اونها به انسان ها سرایت بکنه. این مطلب و مطالب بیشتر از طریق سایت ما www.bbcpersian.com در دسترس. البته امیدوارم که ما هیچ وقت شاهد نیپا نباشیم. شب و روزتون خوش.